آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 21مین اجلاس سراسری نماز، قرار گرفتن نماز در جایگاه شایسته خود را زمینه ساز رسیدن جامعه به نقطه مطلوب آرمانی اسلام دانستند و تاکید کردند همه تلاش های فرهنگی، هنری و برنامه ریزی های آموزشی باید در راستای رونق روزافزون نماز در بین مردم به ویژه جوانان طراحی و اجرا شود. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. امسال نیز شما مردان و زنان خداجوی و حقیقت نیوش با برگزاری این اجلاس گام دیگری در راه وظیفه بزرگ اسلامی خیش یعنی اقامه نماز برداشته اید. از همه دستندرکاران به ویژه از جناب حجت الاسلام آقای قرائتی، روحانی مجاهد و صادق و ثابت قدم که استوانه اصلی این کار بزرگ است تشکر می کنم و پاداش الهی را برای ایشان و همکارانشان مسئلت می نمایم. با این همه باید اعتراف کنیم که هنوز مجموعه ما مسئولان نظام اسلامی وظیفه خود را در این باره به تمام و کمال ادا نکرده ایم. اهمیت نماز را باید به درستی فهمید. اینکه فرموده اند اگر نماز در درگاه خداوند مقبول افتد، دیگر خدمات و زحمات نیز پذیرفته شده و اگر نماز مردود باشد، هرچه جز آن نیز مردود گشته است، حقیقتی بزرگ را به ما می نمایاند. آن حقیقت این است که اگر در جامعه اسلامی نماز در جایگاه شایسته خود قرار گیرد، همه تلاش‌های سازنده مادی و معنوی راه خود را به سمت و سوی آرمان‌ها می‌گشاید و جامعه را به نقطه مطلوب آرمانی اسلام می‌رساند. و اگر از اهمیت نماز غفلت شود و نماز مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، این مسیر به درستی طی نخواهد شد و تلاش‌ها و مجاهدت‌ها تأثیر لازم را در رساندن به قله‌ای که اسلام برای جامعه بشری ترسیم کرده است نخواهد داشت. این حقیقت به همه ما هشدار می‌دهد و وظیفه سنگین را به یاد ما می‌آورد. تلاش‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و غیره همه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که نماز با کیفیت مطلوب روز به روز در میان مردم به ویژه جوانان و نوجوانان رونق گیرد و همه به راستی از این چشمه پاکی و روشنی بهره‌مند گردند. بیشک دستگاه‌های متعدد امور فرهنگی و آموزشی و صدا و سیما و دستندرکاران اداره مساجد بیش از دیگران باید احساس مسئولیت کنند. از خداوند متعال کمک بخواهید و دامن همت به کمر بزنید و حرکتی تازه در این راه آغاز کنید. خداوند یار و نگهدارتان. سید علی خامنه‌ای، 13/6/1391.